سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. خانم گل مسابقات قهرمانی اروپای 2022 زنان احتمالاً رکورد جدید را به نام خودش ثبت می‌کند. پیروزی پرگل بایر مونیخ برابر لایپزیگ نشان داد که این تیم مشکل با رابرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی ندارد. داروین نونیز خرید بزرگ تابستانی لیورپول در اولین بازی رسمی‌اش موفق به گلزنی شد و در عین اجرای شادی بعد از گل بدن آماده و عضلاتش را به رخ کشید. مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا یورو 2022 امشب با معرفی قهرمان از بین آلمان و انگلستان به پایان می‌رسد. این در حال است که گلزنان برتر هر دو تیم بیتمید و الکساندرا پاپ با 6 گل زده به صورت مشترک در صدر جدول گلزنان این دوره از مسابقات قرار دارند. بیتمید بازیکن تیم فوتبال آرسنال به غیر از دیدار انگلیس برابر اسپانیا در یک چهارم نهایی در 4 مسابقه دیگر برابر اتریش، ایرلند شمالی، نروژ 3 بار و سوئد موفق به گلزنی شده و در طرف دیگر الکساندرا پاپ با گلزنی در هر 5 مسابقه آلمان در این تورنمنت موفق شده با رکورد میشل پلاتینی برابری کند. رکورد گلزنی در یک دور از مسابقات یورو زنان پیش از این در اختیار اینکا گرینگز آلمانی بود که با 6 گل در مسابقات یورو 2001 نقش موثر در قهرمانی جرمنها ایفا کرده بود و حالا بیتمیت و هموطنش الکساندرا پاپ این شانس را دارند تا با گلزنی در مسابقات فینال علاوه بر هموار کردن مسیر قهرمانی تیم ملی کشورشان رکورد گلزنی در یک دور از مسابقات قهرمانی اروپا را هم به نام خودشان ثبت کنند. در 7 دوره اخیر قهرمانی زنان اروپا، 5 دوره 6 دوره اخیر جام جهانی زنان و 5 دوره اخیر فوتبال زنان المپیک تیم قهرمان توسط یک سرمربی زن هدایت شده است. سارینا ویکمن انگلیس و مارتینا وستکلنبورگ آلمان هم تلاش میکنند تا نام خود را در این لیست اضافه کنند. سارینا ویکمن سرمربی تیم ملی زنان انگلیس تنها دم و پیش پس از پایان دوران پرافتخار حضورش روی نیمکت تیم ملی کشورش هلند که با قهرمانی در جام ملت‌های اروپای 2017 و نایب قهرمانی در جام جهانی 2019 همراه بود هدایت انگلیس را بر عهده گرفت. آمار ویکمن در رأس کادر فنی تیم انگلیس فوق‌العاده است. 17 برد و 2 تساوی در 19 بازی با 104 گل زده و تنها 4 گل خورده. سرمربی هلندی انگلستان ترکیب 11 نفره تیمش را هم کاملا پیدا کرده به طوری که در هر 5 بازی این مسابقات با همان 11 نفر به میدان رفته است. وستکلنبرگ در سال 2019 اولین بازی خود را روی نیمکت تیم ملی آلمان انجام داد و از آن زمان تا کنون در 43 بازی 34 بار 3 تساوی و تنها 6 باخت را با 140 گل زده و 24 گل خورده تجربه کرده است. عمل کرده او بارها مورد انتقاد قرار گرفته به خصوص پس از حذف جام جهانی 2019 در مرحله 1/4 نهایی. با این حال او با تغییر نسل در رختکن تیم ملی آلمان و وفاداری به سیستم کاریش موفق شده جرمنها را به فینال یورو برساند. این سومین بار است که دو زن در فینال یورو به مساف هم میروند. این اتفاق پیش از این یک بار در سال 2001 رخ داد. زمانی که آلمان تینا تیون مایر با نتیجه 1-0 سوئد ماریکا دومونسکی لیفورس را شکست داد و یک بار هم در سال 2009 زمانی که آلمان سلویانیس انگلیس هوپ پاول را 6-2 شکست داد. در شبه که دوران جدید برای بایر مونیخ آغاز شد، حسن صالح حمیدزیش نشان داد که هنوز از رفتارهای بازیکن سابق این تیم آزرده خاطر است. مدیر ورزشی این باشگاه پیش از بازی برابر لایپزیگ گفت: پدرم به من یاد داد که وقت جایی را ترک میکنم هرگز نباید در را با بی‌احترامی پشت سرم ببندم. کنایه او به لواندوفسکی بود که دیگر در بایر مونیخ حضور ندارد و در طول این تابستان بارها اعلام کرد که قصد دارد از این تیم جدا شود تا در نهایت بایر مونیخ او را با قرارداد ارزش 45 میلیون یورو به بارسا فروخت. صبح روز بازی برابر لایپزیگ بود که شبکه آمریکایی ESPN مصاحبه را با لواندوفسکی منتشر کرد که او در آن بعض از سران بایر مونیخ را متهم به عدم راستگویی کرد. او گفت که منظورش دقیقاً از این افراد چه کسان است. او فقط در این باره گفت: این باشگاه سعی کرد بهانه‌ای برای فروش من به باشگاه دیگر پیدا کند، چون شاید توزیع این کار به هواداران سخت و من مجبور شدم آن را بپذیرم، هرچند مزخرفات زیاد درباره من گفته شد. چون این بحث ها و درگیری های بین یک بازیکن و باشگاه میتوانستن احترام متقابل برای هم قائل باشند بسیار عجیب است، اما از نظر صالح حمیدزیج دوران جدید و درخشان در بایر مونیخ در خط حمله این تیم آغاز شده است. بایر مونیخ یک شنبه شب بدون حضور لواندوفسکی موفق شد در سوپر جام برابر لایپزیگ به پیروزی برسد. اما نکته جالب در این بازی این بود که هزینه 137.5 میلیون یورویی بایر مونیخ، سادیو مانه و ماتیاس دلیخ نبودند که بهترین بازیکن این تیم در این دیدار لقب گرفتند، بلکه این بازیکن کسی نبود جز جمال موسیالا. او در دقیقه 14 بازی اولین گل را به ثمر رساند. در دقیقه 31 پاس گل مانی رسال کرد تا بازی 2-0 شود و در دقیقه 45 نیز زمینه ساز گل بنجامین پاوارد شد تا نیمه اول با نتیجه 3-0 به سود بایر مونیخ به پایان برسد. با خوبی میشد توانایی حمل توپ، تکنیک شوت‌زنی و مهارت دریبل زدن او را در این صحنه ها و در تمام طول بازی دید. این بازیکن توانست با تکیه بر همین توانایی خط دفاعی لایپزیگ را بر هم بریزد. بایر مونیخ بدون لواندوفسکی با سیستم 4-2-2-2 بازی میکند. جاشوا کیمیچ و مارسل سابیتزر پیش روی خط دفاع قرار دارند و موسیالا و توماس مولر در وسط زمین جای گرفتند. مانه و سرج گنابری نیز در خط حمله به کار رفتند. آنها به همین شکل بر بازی تسلط پیدا کردند. لایپزیگ در دقیقه 59 موفق شد گل اولش را روی ضربه کرنر وارد دروازه کند، با اینکه بایر مونیخ تنها 7 دقیقه بعد نتیجه را 4-0 کرد، اما این اتفاق باید باعث نگرانی آنها باشد، چون به نظر می رسد که این تیم کم آشفته شده است.
با وارت در دقیقه 76 خطای عجیب روی دنی اولمو در محوطه جریمه انجام داد و کریستوفر انکوکو پنالتی اعلام شده را به گل تبدیل کرد. آنها در دقیقه 69 نیز با درستی در پرس کردن کنارد لایمر موفق نبودند و روی یک زده حمله دروازه اش را باز شده دیدند. هواداران که در ورزشگاه حضور داشتند تا دقایق پایانی ایستاده بودند و فریاد می‌زدند. ناگزمن پس از پایان بازی گفت: ما عملکرد بسیار خوب در نیمه اول داشتیم اما شرایط در خط دفاعی کم متزلزل شد. از دقیقه 60 انرژی ما کم شد. ما باید زودتر تکلیف بازی را مشخص می‌کردیم. با این حال شایسته پیروزی در این دیدار بودیم. ما می‌خواستیم الگوی درست باشیم نه فقط برای دیگران در سراسر دنیا بلکه برای خودمان. دومینیکو تدسکو نیز پس از پایان بازی گفت: بایر مونیخ شایسته پیروزی بود خصوصا در نیمه اول که قدرتشان را نشان دادند. آنها از هر طرف از سمت راست، چپ، وسط زمین حمله کردند. این واقعا دیوانه‌وار بود. ما در نیمه دوم تغییر کردیم و نزدیک بود بازی 4-4 شود. می توان دید که بایر مونیخ مدعی اصلی قهرمانی این فصل است. این اولین بازی رسمی مانه با پیراهن تیم جدیدش بود و توانست اولین گلش را پس از پیوستن به این تیم در این دیدار به ثمر برساند تا در قهرمانی آنها نقش ایفا کرده باشد. این بازیکن سنگالی پس از پایان بازی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: من از این که توانستم اولین گلم را برای بایر مونیخ به ثمر برسانم بسیار خوشحال و راضی هستم. قهرمانی با این تیم رویای من بود و حالا بی‌صبرانه در انتظار فتح جام‌های بیشتر در رقابت‌های این فصل هستم. مانه با ابراز امیدواری نسبت به شرایط بایر مونیخ در فصل آینده اضافه کرد: من واقعا از این که در این باشگاه بزرگ حضور دارم خوشحال هستم. این باعث افتخار و رضایت من است. بی‌صبرانه منتظر آینده و اتفاقات بعدی هستم. ما باید حتی از این هم بهتر شویم. در این صورت می‌توانیم قهرمانی‌های بسیار به دست آوریم. یولیان ناگزمن نیز پس از بازی شب گذشته از عملکرد این بازیکن ابراز رضایت کرده بود. او را بازیکن با کیفیت فوق‌العاده در زمین و شخصیت فوق‌العاده در بیرون از زمین توصیف کرده بود. مانه در پنجره نقل انتقالات تابستانی با قرارداد به ارزش 41 میلیون یورو از لیورپول جدا شد و به جمع شاگردان ناگزمن پیوست. بایر مونیخ آماده است تا روز جمعه در اولین هفته رقابت‌های بوندسلیگا به مساف انتراخت فرانکفورت برود. لیورپول در فینال کمیونیتی شیلد حریف همیشگی فصل‌های اخیرش منچستر سیتی را با نتیجه 3-1 شکست داد تا پیش از شروع فصل جدید یک جام به کلکسیون افتخارات باشگاه بیفزاید. پیروزی در این بازی برای هواداران لیورپول در آخرین ثانیه‌ها شیرین‌تر شد. داروین نونیز مهاجم اوروگوئه که امسال تابستان با قرارداد گران قیمت از بنفیکا راهی آنفیلد شد در اولین بازی رسمی خود گلزنی کرد تا نشان دهد هواداران می‌توانند انتظارات فصل درخشان از این مهاجم جدید تیمشان داشته باشند. در حالی که بازی با دو گل ترنت الکساندر آرنولد و محمد صلاح برای لیورپول و خولین آلوارز برای سیتی با برتری 2-1 سرخ‌ها ادامه داشت و همه منتظر بودند تا سوت پایان بازی به صدا درآید، داروین نونیز از تلاش برای گلزنی دست بر نداشت. مهاجم اوروگوئه 4 دقیقه بعد از پایان وقت قانونی بازی و در حالی که عقربه ساعت ورزشگاه عدد 94 را نشان می‌داد، موفق شد اولین گل خود را در یک بازی رسمی را به ثمر برساند. سانتر صلاح در محوطه جریمه با رابرتسون رسید و او توپ را به جای انداخت که نونیز برای گلزنی حضور داشت. او با یک ضربه تمام کننده از فاصله 6 متری دروازه ادرسون را باز کرد تا سومین گل لیورپول را وارد دروازه سیتی کند. داروین نونیز که از خوشحالی در پست خود نمی‌گنجید در مقابل دوربین‌ها شادی بعد از گل خاص به نامش داشت. مهاجم جدید لیورپول در حالی که زبان خود را بیرون آورده بود دوان دوان به سمت پرچم کانال حرکت کرد و پیراهن خود را درآورد. بدن آماده و عضلات ستاره اهل اوروگوئه مورد توجه هواداران لیورپول قرار گرفت. سرخ‌های آنفیلد حالا با خیال راحت منتظر شروع فصل جدید هستند و می‌دانند با وجود از دست دادن مهاجم بزرگ مثل سادیو مانه مهاجم گلزن در اختیار دارند که می‌توانند روی او در بازی‌های بزرگ حساب کنند. مهاجم سرحال با بدن آماده که شمع گلزنی بالایی دارد. بازی دیشب می‌تواند شروع زود هنگام ماه اثر داروین نونیز و هواداران لیورپول باشد. یورگن کلوپ با این پیروزی بالاخره موفق شد کمیونیتی شیلد را فتح کند تا کلکسیون جام‌های کسب شده توسط او در فوتبال انگلیس کامل شود. سرمربی لیورپول در پایان بازی گفت: نونیز بله او خوب بود. او را در تمرینات دیده بودم و میدونستم داروین کس است که خودش را در همه موقعیت‌های خطرناک درگیر می‌کند. ما امروز هوشمندانه‌ترین پاس‌ها را ارسال کردیم. توپ‌هایی که از کناره‌ها فرستادیم عالی بود. ما به این نوع توپ‌ها نیاز خواهیم داشت. روی هم رفته از عملکرد همه بازیکنان راضی هستم. همه تعویض‌ها در این بازی موفق بودند و توانستند در بازی تاثیر بگذارند و تفاوت ایجاد کنند. ما حالا برای شروع فصل جدید آماده هستیم. سرمربی آلمانی لیورپول با کسب این عنوان تنها جام فتح نشده خودش را در دوران حضور در لیورپول را به دست آورد. کلوب که پیش از این موفق شده بود جام باشگاه‌های اروپا، سوپر جام اروپا، جام باشگاه‌های جهان، لیگ برتر انگلستان، جام اتحادیه فوتبال انگلستان یعنی کاراباو کپ و جام حذفی را با لیورپول فتح کند، برای اولین بار موفق شد سوپر جام فوتبال انگلستان را هم با بهترین افتخاراتش اضافه کند. با این حساب کلوب که به اعتقاد بسیاری در کنار گواردیولا برترین سرمربی فعلی دنیای فوتبال به شمار می‌رود، تمام افتخاراتی که از این به بعد ممکن است با لیورپول کسب کند تکراری خواهد بود. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.